بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت ما دیشب صحبت کردیم راجع به اینکه یکی از سربازان سپاه عقل رعفت و رحمت یعنی عرض کردیم رعفت رو جدا حضرت میاره بعد رحمت رو جدا ما تو کنارم هم میاره به خاطر اینکه به هم نزدیکم و تفاوتش رو هم گفتیم و نقطه مقابلش قسوت یا همون قصابت میگه فلان رو قصابت قلب شده و غزبه امشب یه خورده بحث رو پیش ببریم و مطالب جالب تری حالا تر خواهد شد و اینا هم گفتیم که اگه یه روز شما دیدی تو دلت احساس رعفت نمی کنی به جاهلی به سمت جهل رفتی اساسا عقل چیزایی هست که هست این واقعا واقعیه جهل چیزی که وجود نداره رو واقعی برای جلو میده مثلا ما خیلی وقتا قذبناک میشیم حالا این بخش رو توضیح میدم به خاطر منیت خودمونه دیگه میگیم چرا حرف من زمین انداخت اینجا تو یه توهم شدیم چی؟ منی و لحاظ کردیم اصلا منی وجود نداره اصلا وجود نداره اصلا هیچ مالکیتی شما نداری همش توهم اون دنیا که دست و پات شروع کردن علیه خودت شهادت دادن میفهمی تو مالک دست و پای خودت هم نیستی مالک زبون خودت هم نیستی مالک یوم الدین یکی دیگه است نه بوده در اختیارت بوده و باید حالا بابتش پاسخ بده خیلی هم سخت میگیرن مسخال ذرت نان. پس اگر ما اهل رعفت و رحمت نبودیم باید بریم بشینیم و فکر کنیم خیلی هم نعمت عجیب غریبیه خیلی عالیه خیلی خوبه اصلا ریشه بسیاری از خسلت های خوبه انبیا به صورت ویژه این رو داشتن که خود این انایات رو بشون کرد میگن حضرت موسی اون دوره که چپونی میکرد برای شعب یه, یه روزی چقدر دنبال یه گوسفندوی تو کو شنگ ولش میکرد میگو گرد میخورش دنبالش میگه گوسفندم در میرف فرار میکرد چابا کم آخر که گرفتش دست میکشید رو صورتش دست میکشید رو صورتش و ناراحتش بود که تو چرا داری خودتو به اذیت میندازی ما هم به اذیت میندازی حالا ما بکنم چرا خودتو داری اذیت میکنی برای چی برای حیوان میگن حالا مولوی شعرش هم میاره حالا من با حرف مولوی که سند نمیشه برای ما با اون کار ندارم منتها جوره با آیات و روایت ما میگن اونجا خداوند فرمود این پیغمبر بعد بشه اینقدر مهربونه برای یه حیوان 24 می میدوه برای انسان برای هدایت چه ها خواهد کرد متوجه شدین فلزا کسایی که اون نیروهای ویژه خدان بلا استثناء مهرورزی و رعفت و رحمت شاخصه ای این هست قشنگ تو چشم میاد ازشون و ادا نیست و عرض کردیم که ما باید این صفت رو در درون خودمون زنده کنیم تو جلسات سالهای گذشته توضیح دادیم اگر صفتی در ما نیست چه جوری بخوایم زنده کنیم امیران فرمود که حلیم نیستید صبور نیستید فتحلمو پس چیکار کنید ادای آدم صبورا رو در بیارید شروع کنید بخشنده نیستید شروع کنید بخشیدن عمدن بزید به دردتون بگیره آروم درست میشید اداشو در بیارید تا خوب بشید و باید این کار رو انجام بدیم کی به اون میفهمونه که این نیستیم عقلمون عقلی که آزاد و رها از این هاست عقل آزاد از خواسته های ماست ما خواسته همون میگه قند بخور عقل ما میگه مرز قند داری نباید بخوری نفست خیلی چیز ازت میخواد عقلت میگه نه عقلت میگه خلو سر زوری تشنه شده ریوان بخور میگه که نفست میگه عقلت میگه نه روزه ای ها من تو اواپیما نشسته بودم امسال مشهد که رفتم خب من مشهد که رفتم امسال قصد کردم که روزامم خراب نشه رفت سفر رفت و برگشتم یه جور رفتن که باز روزم خراب نشه تو هواپیما که نشسته بودیم بعد از ظهر رفت دادیم نهار آوردن خب اون کسی که کنار من نشسته بود داشت آدامس میجوید از همون موقع که نشسته بودیم من, من اون روزه نیست دیگه داره آدامس میجوید بعد قضا که آوردن خب من نگرفتم قضا دیگه خب برای چی بگیرم ما چرخوندم سمت پنجره که این بند خدا راحت قضاشو بخوره به منم ربطی نداره که اون روزه میگیره یا نمیگیره از نظر من او مسافره روزه نیست همین بعد رو ما این طرف کردم این لب به غذاش نزد اما غذاش هم جمع کرد گذاشت توی کیفش که خودش ببره خب اون ببین اونجا یه لحظه با خودش میگه خب من که روزه نیستم این که روزه داره خب خیلی زشته که من جلوی روزه داری چیز بخورم بوی غذا رو را بندازم دقل کنارش حالا این روش رو روشو جرقونه می‌بینی همین مرامه خدا تشنه این مرامه میگه اینو رشد بده در خودت نظر بمیره که اگر مرد هیچی نمیشه چی گفتیم گفتیم اصلا کربلا چرا انقدر فضاش احساسیه میبینید دیگه 90 95 درصد فضای کربلا تو حیات ما تو عزاداری ما احساسه عمدتا اینه دیگه اصلا همین احساس جاذبه اصلا همین احساس میکشه آدمو میاره بده نه خیلی خوبه منتها نباید دیگه فقط همین باشه دیگه هر رشد بدیم خودمون ما وقتی مثلا روزا رو میشیم اذیت میشیم اعصابمون خرد میشه یعنی آدمی هنوز یعنی امیدی بهمون به هست فلزا خدا میگه خب این گریه کرد برای ما حسین این یعنی در کل این بابا از این جبه خوشش میاد این خودیه این احتمال بازگشتش خیلی زیاده پس میبخشم این بخششه برای چیه که دور از این کارا بکنی چرا این جایزه بزرگ گذاشتن چون بهترین جایه میگه آقا پشت عوارضی گیر کردی همه تو صفن هم میگه اگه شما از این الکترونیکی ها باشی مثلا ده درصد چقدر تخفیف داری برای چی این کارو میکنه برای اینکه بری بخری تو اون کارو بکنی چرا چون ترافیک کمتر بشه یه اپراتوری که اونجا میذارن حالا به خاطر این کاغ... کاغ... رسیدا بده پول بگیره اون حذف بشه ها چون سود دهی ده داره برای اون سیستم در مجموع سود دهی ده داره تو میگه اون ده درصد چی میگه نه در مجموع سود میکنه کشور تو این همه وقت مردم و بنزینی که داره همینجوری میسوزه تو پشت ترافیک و اعصاب خردیا و نرسیدن ها و آمبولانسی که گیر بیفته اون پشت و اینا همه ذره تقسیم میکنی سرجام میکنی میگی نه راست میگی مثلا 10 در درصد هم کم گفتن شاید 20 درصد بعد مثلا هم میگفتن خدام از همین بنده پها قرار میشه قرار میده میگه ببین میگه خب رو کره زمین الان بری بگردی بهتر از داستان امام حسین درگیری عقل و جهل نمیتونی پیدا کنی که تمام عقل با تمام جهل با هم درگیر شدن می پس به این درگیری فکر کن و تو چون کشش عاطفی داری به این مسئله میگه پس تو همین ماجرا بمون با این ماجرا زندگی کن با این ماجرا زیست کن خوبه آدم ترت میکنه این اون چیزی که تو لازم داری این ای گل اون این همون نوری که تو لازم داری روز قد کشیدن این همون آب و خاک و چه میدونم این تمام اون مص... چیزهای چیزای ملزوماتی که تو بخواد بر قد کشیدن لازم داشته باشی فلازو بر همین این جایزه ویژه رو اینجا گذاشتن که ما اینجا بیشتر حس میگیریم و خدا میگه ایبی نداره حالا یه غلطی کرد یه نفر با یه بار یه اشتباه کردن هیچ کافر نشده آقا مؤمنه میگه آقا دیروز من این فلانی مؤمنه دیروز دیدم مثلا داشت این کارو میکرد خب دستش در رفته اونو بذاره کنار خب بازم مؤمنه یه توبه میکنه حالا براتون توضیح میدم بریم جلوتر که میفهمید عجب دقیقا به همین دلیل میگن غیبت نکنید و به همین دلیل میگن دروغ نگید کاملا بر... بعد میبینید یک عمر یک عمر جهل یه چیزی که وجود نداشته برای ما اصیل نشون بوده حالا آره پیش بریم متوجه میشیم این رعفت نباید بمیره برای همین چیزهایی که رعوفانه سواب براش میزنن تو ما برای چی سواب میزنن که آدم بشیم یه مثال میزنم روایت داریم که اگر حیوانی رو شما بی دلیل اذیت کردید میگن که حیوان حرام گوشتی که اصلا شما اجازه ندارید بکشید میدونید که شرع ما حیوان حرام گوشت اجازه نداری بکشی حیوان حلال گوشتن فقط برای مصرف چی به عنوان غذای گوسفند سر بهوری غذا به عنوان غذا اونم زیاد نباید باشه میفرماد امیرالمومنین میفرماد شکم خودتون قبرستون حیونا نکنید یعنی رژیم گیاهخواری باید غلبه داشته باشه اما گوشت هم بخورید چه روز نگذره گوش نخورده باشید بعضی یه از این ور بوم میفتن یا از اون ور بوم میفتن جو هش... مثلا حیوانات هم جز موزی شما حق نداری بکشی ولی پلنگی داره میره یا یه دور میره میخواد جون انسان بگیره بکشی و این حق نداره بکشیش خیلی هم واضح و مشخص میفرد اگه یه حیوانی رو شما بی دلیل اذیت بکنی ایمان در قلب آن شخص می میشود آب میشه ایمان در میره یه گربه داره میری سنگ بند تا تقی میزنه اون مرض داری چیکار داری اون گربه اون بدبخت چیکار داره اون بغلش حالا ما گربه اومده مثلا گوشتی چیزی میخواد بر داره ببره تو داری از اموال دفاع میکنی یا پیشته میکنی در میره خب باشه تو تو میشه اوه گربه داره با ماشین میگیره رو گربه این مرض داری میگه ایمان تو قلبت ذوب میشه این کارو میکنی. از بین میره ایمان چون تو اینجا حالید نی تو با این کارت رعفت رو میزنی وقتی رعفت و رحمت رو زدی وقتی اینو نداشتی دیگه تو شمر میشی تو داعشی میشی الله اکبر میگی سر میبوری این صفت مهمه نزا در درون از بین بره گوش خدا لعنت کند کسی را که یال و دم اسب را قطع کند بابا دومش که دردش نمیگیره که موه ببینید که اسبم یالش که میکشی دردش نمیگیره اینطور میگن حالا این کسی که اسب دارن یه حق نداری به بوری کنی لعنت کند برو خو... برمین خب برمین اهل بیت کیا لعنت کردن اما کنار اونا ازا میفرمه خدا لعنت کند کسی که یا میگه چرا میگه خب اینا با همین یال و دومشون پشه ها و مگس که مثلا روشون میشینن و میزنن وسیله دفاعیشه دیده با دومش میزنه رو بدن خودش می شما با این کار چنین خدا لعنتت کنه داری وسیله دفاعی اسب ازش میگیری با یا اسب دیگه نه, نه تو بیماری این شومی تو خیلی قلبت مریزه. معلومه قلبت خیلی مریزه. تو وسایل شیا اومده شکار شکار حیوانات برای تفریح و بدون احتیاج حرام تو بریم بیرون چهار تا گنجش بزنیم تو میخوای مثلا تیراندازی تو برو قوطی کبریت بساز تیراندازی کن چرا گنجش داری میزنی اون جوجه داره اینو میزنی میکشی قضا نمیرسه چهار تا جوجهش کشته میشن میمیرن گرسنگی اونا درد احساس نمیکنن پوست تو میکنه خدا بیماری داری این کار انجام میدی از همون بر... بر... سر زده درست شد من بیمار قلبم حالا قرار درستش کنم میگه دیگه این کارا رو بذارید کنار میره نشسته تو دستشویی یه مورچه رو پیدا میکنه هی دورش آب میگیره شبه جزیره درست میکنه جزیره درست میکنه مورچه می این طرف آب میگیره این طرف مورچه می دو اون طرف آب میگیره اون طرف یه بیچاره کرده اون با مورچه چیکار داره با تو چیکار داشت من خدا حالت چطور رد میشد فراونه طرف بر ما تعریف میکنه با افتخار آه موشه رو گرفتمش گربه رو گرفتمش پاهای گربه رو کرده بود توی پوست گردو گچ گرفته که تو پوست گردو گفت ولش کردن رو موزاییک اینج تخت تق تق, تق میخورد زمین میخور زمین اون چه کاریه مرض دیگه با نمکی میخوره زمین چیش با نمکه چرا ما خوشمون میاد حتی وقتی اینا رو میشنویم چون بیماریم آره آقا اگه بیمار نبودیم که اوزامون خیلی خوب بود که همه این گناه ها از قلب مریض داره سر میزنه همه ما حال ما خرابه قرار بپذیریم تا دوزش فرق داره این درصدش پنج درصد ده درصد الله مثلا اینجوریه خدا نگیره اون روزی که آدم قصی و ببین وقتی تو زمین داشته باشی یه جا توی شرایط قرار میگیری کاری میکنی مثل باغلبه آدم میکشی و برای یک ابدیت خودتو بدبخت میکنی میگن چی شد میگن زمینش شو داشت از کجا همون موقع که یه حیوانی رو میکش بیخود، خود عذیت میکن پیامبر میفرماد خدا لعنت کند کسی را که حیوانی را مسله کند خدا لعنت کنه کسی که قطعه از بدن حیوان را قطع کنه عجب حیوان بله این دین ماست میگه اصلا بحثم الزاما نگاه کن اصلا حیوان که سر جای خودش درد میکشه مشا میگه بابا تو داری با این کار هر بار تکرار میکنی بیچاره یا من دمای فاطمی ها واکنش نشون دادن خیلی واکنش خوبی خدا حفظش کنه آقا چی یاد گرفتید گوسفند جل ملت سر میبرید چه کاره همون هم با این سیخم جی نگاه میکنید این قسی قلب میکنه شما رو بچه کوچیک سه چهار ساله جاش مثلا گوسفند سر من دست و پا میزنه خون میپاشه نکنید این کارو ایشون میگن رعفت باید باید غلب. آقا اگه غلبه نداشته باشه خدا خدا میفرما چی غضبم بر رحمتم غلبه داره یا رحمتم بر قذب بله سبقت رحمت و غزب. رحمتش بر غضبش قلبه داره ما هم رؤوف بشیم ما به آتش بریم ما اوزه مردم تا آخر زمان قصیل قلب میشن حس غضب درشون خیلی روش بدم کنه مثل به سادگی اخبار جنایات آدم میبینه این بچه های نشون میده تیکه پاره شدن انگار دلمون تکون نمیخواد میگه برای ما عادی شد نواد برد عادی بشه جایز نیست حیوانی را در مقابله حیوان دیگر که او را میبیند زب کنید حالا اصلا اجازه زب اینو داری مثلا بر غذا بر گوشتش میخوای استفاده کنی می جایز نیست این کار انجام بده جلوی خیلی این عجیبه در سیره علمای ما هم این بوده مرحوم علامه طباطبایی رو میگن نمیذاش ایشون این مرغایی که تو خونه داشت همینجوری مثلا تخم میذاشتن تو اجازه نمیداد اینا رو زب کنن گفت ما با اینا رفیقیم ما با اینا معنوسیم برید احکام گرفتن خراج رو نگاه بکنید در اسلام به این امیر معصوم وقتی میخواد بفرماد دارید میرید یه فلان مثلا مالیات رو بگیرید طرف رو مثلا مالیاتش گرفتید شطوره حالا اون شطور هم باید زب بشه میگه به هیچ وقت جلو صاحبش زبش نکنید چون یه شطور عادی من اون صاحب نیست باهاش معنوسه برید یه خورده تو زندگی پیامبر تحقیق چقدر آقا رسول الله مظلوم ایشون بین اهل سنت مظلومه چون سیره ایشون اسمش گذاشتن سنت و عملا بهش عمل نمیکنن و حرف ایشون رو زمین گذاشتن مثل قدیر رو دو بین شیعه ها مظلوم مردم به حضرت عباس شیعه ها بیشتر رجوع میکنن یا آقا رسول الله چند تا شیعه شما دیدین نظر آقا رسول الله بکن امیر المومی میفهمد انا عبد من عبید محمد من یه بنده است بندگان پیامبره چه سراغشون نمیره ببینید زندگیشون چطور بود اینقدر رو این چیزا همسر میگه من اومدم ببینم با پیرهن خودش داره اسبو تمیز میکنه پاک میکنه با پیرهن خودش گفتم آقا پیرهن خودتون حضرت فرمود خدا میدونه که فرشته ها دارم همراهیم میکنن این کارو تو نمیبینی قدر مهربون رحمتان للعالمین چند جای قرآن اشاره شده بود؟ میخوای جون تو بدی در این راه؟ چه خبره خدا میگه خیلی حرفه من قتل عصفورا هر کس بکشه یه گنجیش کو به غیر حق. به ناحق بکشه عملا هم تقریبا به ناحق یعنی گنجیش که بعد وقت کار داره ها کسی گنجیش را به ناحق بکشد خدا من روز قیامت از اون سوال خواهد کرد گنجیش را چی کشتهش؟ روزی خور ما بودون از پیامبر نقل شده که ایشون نه می کردن. قتل کل ذی هر چیزی که روح داره رو میگفتش که شما الا اینکه چی باشه الا این که اذنی براش داشته باشی و آن موزی باشه و اذیت رسان باشیم که شما حق نداریه چیزی که روح داره رو بکشی وقت نیستش و مثلا اصلا در مورد حقوق حیوانات در اسلام براتون صحبت میکردم مثلا تعجب کردید بسیاری از همین هایی که برم دارن سگار برم دارن تو خونه هاشون دارن نگه, نگه, نگه اینا باید جواب بدن اون دنیا تو داری یه حیوانی از زندگی طبیعیش جدا میکنی میاری اونجا که تو خودت باش حال کنی با نمکه و با نمک بهشون که دلیل نمیشه که اگر تونستی شرایطی براش برام کنی مثل چی؟ سگو میگه اگه سگ گله یا به چرخه بریم این ورون ور کنه ها قضاشو بخوره اونجوری سگ نگهبان کارآمدی برای بشر داره برای و اونم باز بیرون جاش داشت باید باز باشه اصلا در مورد مسکن حیوانات ما کلی حرف داریم میگه قضاش باید اینجوری باشه مسکنش جاش باید اینجوری باشه طرف هم داره مثلا من هیچ وقت راضی نشدم پرنده رو توی قفس کوچیک بتونم نگه دارم تو دفترم یه جای بزرگ درست کردم بعد همونم جمعش کردم نتونستم که از این دوباره بیام رو بگفتم نمیخواد قبولش برخی از اینها ذاتشون و خصلتشون اینی که خوب پیدا میکنن با انسان مثل مثل گربه توی خونه اینجوری چون موش باطل میکنه نمازو دیگه خب با گربه حالا. اما کسی که خونه حیات داره بزرگ و اینجور چیزا داره خیلی هم سفارش شده گربه نگه داشتن در کبوتری جفت کبوتر, کبوتر نگه نبود که خوش میپرد و بر میگرده اونا به حبس نباید بکنیم آدم خطا میکنه میره اه اهل بیت اینطور فهمیدن جمع میکنه خودش نمیدونیم دیگه ما از کجا میفهمیم از مسیر اقلانیت خارج شدیم از اونجایی که رجوع میکنیم به وحی میبینیم که این کارمون غلط بوده و نمیدونستیم خدا ببخش از این به بعد این نفسمو مهار میزنم غلط کرده رو حرف توی خدا حرف زده درستش میکنم از پیامبر نقل شده میفرماست که در شبی که به معراج رفته بودم بر آتش جهنم گذری داشتم زنی را در حال عذاب دیدم از علت عذاب پرسیدم گفته شد گربه ای را بسته بود و آب و غذایش نمیداد و اجازه استفاده از خس و خاشاک زمین را هم به او نمیداد تا گربه به حلاکت رسید پس خدا به واسطه آن عمل ناشایست عذابش می کند یه گربه را بسته بود و غذابش نمیداد عذاب برای گربه بله چون اصلا بحثی نیست این چجوری تو این تو اصلا لایق اصلا بهش نیستی چرا چون اون رعفت یا اون تو نیست اصلا بهش یعنی رعفت بهش یعنی رحمت تو اصلا نداریش تو اصلا کارت شناسایی ورود به اونجا رو نداری چرا در به ما حسین وسیع ترین درهای بهشته شما حق ورود پرداخت کردی تو قرق در رعفت و رحمتی قرق آتفهی کسی که روزه میره به بچه شیش ماه گریه میکنه تا پیرمرد 90 ساله جوره اصلا واقعیت همینه واقعیت باید این باشه در احکاممون ما داریم چون این بحث خیز بحثاش که فقهی میشد من بحث فقهی وارد نمیشم سوادش هم ندارم اما براتون اینن آوردم که الان اینو بعد اهلش من صحبت بکنن میگه اگر یه حیوان رو بخوای پانسمانش کنی مشکل برش پیش اومده باشه مواد مصرفی قصبی باشه حق مردم باشه میگه ایرادی نداره حیونو پانسمان کن این حق آدم این حیوان ها نه بیا پانسمانش کن در مورد کشتن حیوانات تو برخی مکان و زمان ها کلن ممنوع حج درسته یا نه حشر نباید بزنی بکشی چی شده اینجا چه اتفاق افتاده میگه آها تو نمیتونی بی که خودت رحیم باشی بیای سر سفره رحمت خدا باشی اینجا حق نداری دست دست با نمیتونی کفاره باید بدی پوستتو میکن بعد امام خمینی چند تا بحث رو مطرح میکنه میگه خب این کارآمدی رعفت و رحمت به صورت مصداقی تا و روی زمینش چیا بوده میگه مثلا میگه در مورد خود شما بر ما انسان ها یا در مورد حتی حیوانات هم میگه. میگه اگر این رحمت و رعفت نمی شما نسلتون حفظ نمی‌شد. حالا خدا وکیل مثلا شما یه مادری رو فرض کنید شب از خواب بیدار میشه به چه سختی این بچه گریه میکنه مادر نگرانه که اصلا چرا این داره گریه میکنه دلش درد میکنه چش گشنشه فلان بچه رو تو مخصوصا اوایل که به دنیا میان خیلی سخته همش گریه زاری تا به وقت آداپته بشن با این دنیای جدید خب این, چه حسی اینجوری بیدارش میکنه فکر کن رحمت و رحمت نمیمون میشون بغل خفشی بمیری پرتت میکرد بیرون درک روز بخوابیم اینا در حیوانات هم خدا قرار داده مرغی که اصلا میخوام مسخره کنم که مثلا مرغه اینا ترسوی شما وقتی جوجه داره برو سمتش حالتو بپرسم جلو گرگ وای میسته به من ببینم این مرغه چرا انقدر قذبناک شد جلو گرگ بگو نه اون ببین چقدر رعوف شده بر جوجه هاش چی شد؟ یعنی این شجاعت نتیجه چیه؟ رحمت نتیجه رعفت یعنی ما اگر اصولی بار بیایم آدمای مهربون شجاع میشیم حالا یه سری آدم ها هستن که از بیورزگیشون مثلا با کسی کار ندارن ها. این فرق داره با اون کسی که ازش بر میاد و قدرتمنده و کاری نمیکنه مثل مالک مالک هشته تو انداخت تو صورت مالک کاردار و حکومتی بود اراده میکرد طرف رو نصفش میکردن رفت نمازش رو خونده و خاک تو سرت فهمیدین کی بود کی بود مالک بود فهمده لشکر علیه خب این چرا انقدر مهربون شده با رحمت برگذشت رع... با رعفت گذشت از این آدم کاریش نکرد با رحمت گذشت یه چون آقا این بر دست امیرالمومنین چرخیده این امیرالمومنین انسان این محبتی داره یه بخشش غریزه است این محبتی که ایوان داره یه بخشم روحیه یه بخشم عقلیه من چون جدا بحث کردم اینجا دیگه بحث نمی‌کنم اینجا نگاه کنید خدا می‌فرماد بابا تو موسی موسا میدونی چرا موندی؟ و القیت تو محبتا منی ولت تصنع علی عینی برای چی اما باقی میفرماد خداوند چنان محبتی از موسی در دل مردم انداخت که هر کسی موسی را میدید به او علاقه من میشد میگه اصلا اگه به تو محبت نداشته باشه اصلا کسی حرف تو گوش نمیده آقا رسول الله تو دلورو بود برای مردم دوستش داشتن قبل پیغمبریش میگفتن آدم امینیه اما رو بر پیش ایشون بذاریم حالا فکر آدم اخمو یا ابوس این چه کار فرهنگی کنه این چون مردم رو بکشون سمت خدا امیر در وصفش آمده خلیفه دوم میگه دلیل اصلی که نذاشتم علی بعد از من مستقیم خلیفه بشین که علی چیزی شوخی میکرد اهل بگو بخند بوده خیلی سعی کردن امیر المومن. خیلی زحمت ها کشیدن دشمن که امیر یه آدم اخموه مثلا رزمنده نشون بدن امیر بله رزمنده است اما اخمو نیست مومین نهایت مهر و محبت خیلی شوخی میگره از خیلی اهل بگو بخند بوده که این خلیفه دوم با توجه به اون سبک زندگی که داشته ای رو ایراد میدیده چون ایشون به خشونت معروف بود نقطه مقابل امیران مومین بود اون چیزی که همه نقل کردن یعنی شیعه و سنی و برادران اهل سنت اونم واقف یعنی قلیز بود شلاقی داشت درش معروف بود دیگه میرسیدی میزده همونجا که تو صادر میکرد درازت میکرد شلاق اجرا میکرد اینجا چند تا نکتر این آیه سوره تاها دیگه اولا این دقت کنید اصلا دلیل این که حضرت موسی میگه تو میتونی چه زنده مونی که جلو چشم رشد کنی برای اینکه رعفت و محبت بستر ساز بود دو میگه گاهی والدین به خاطر فرزند مشمول لطف خدا میشن و اوحینا الی امک ما به مادرت وحی کردیم چرا به مادر موسی وحی کرد چرا قبل ترش وحی نکرده بودی خدایا نه الان مادر شده گوش کن خانم ها دقت بفرمایید الان مادر شده حس رعفت و رحمت در وجودش قلیان میکنه شایسته اینه که بهش زیر پای مادران است شایسته اینه که بهش وحی بشه یعنی ما زمانی که احساسات درمون قلیان میکنه و مهربون میشیم با عاطفه میشیم مورد عنایت الهی قرار گرفتیم کسی که پدر مادر میشه خودش لطف کرده میگه محبت کردن حالا میچشی کیف میکنی بچه تو بغل میکنی کیف میکنی بر همینه و نکته دیگه که چی؟ قرآن میفرماد محبتا منی میتونست بگه محبت این نقطه چرا میفرماد منی؟ خواهد بگه آقا محبوبیت یکی از الطاف الهیه این کسایی که محبوبیت اجتماعی دارن قدرشو میدونن یه از بزرگترین نعمات الهی نصیب اینها شده که به واسطه اون خیلی کارهای خیر میتونن انجام بدن مثل همین سلبریتی ها محبوبیت اجتماعی دارن برخیشون حالا بیشتر کمتر میگه تو به مردم بگی بیاید بریم به فلان سیل زده ها مثلا کمک کنیم گوش میکنن به حرفت خب چقدر فرصت خوبی تو داری برای مهرورزی بیشتر میتونی بیای مردم هم بنازی تو خیابون اینو بزنه بکشه اونو یکی بون دعوا کنه او بیا پوستت هم خدا میکن این لطف خداست محبت هم منی نه سمت منه اصلا محبت از سمت خداست دو در مورد پیامبران یه در مورد سب برای هدایت یکی حیوان رو گفتم بعد انسان رو گفتم بعد الان پیامبران اصلا برای هدایت اصلا برای همینه که پیامبران میتونن سختی ها رو تحمل کنن برای این که صبورن بله صبور هستن اما برای اینکه نسبت به جامعه هدفشون محبت دارن حضرت یونس خدا چیکار میکنه میچه بونش تو شیکم نهنگ برای چی؟ با خود این آدم نمیشن با با چی شد دلسوزی توی پیغمبر من برای اینا؟ آتفت مشکل پیدا کرده؟ نیاز به تعمیرات داری؟ بعد برگرد رو تنظیمات کارخونه بعد ریستت کنم برو تو شیکم نهنگ زار زد اش ریخ. و ذنون از ذهب مغازبا با وجوش مغاز با غذب گرفت میبینید فذنن لن یق علیه فنات و فدلومات ان لا اله الا کن تو من از ظالم ما رو ببخش عجب اشتباهی کردم فستجب ناله و من الغم آقا تو اگر شدی مؤمنی ما تو نجاتت دادیم که مهربونی الان میگه بابا یاره علکی خوشه بد میدونن چرا چون جاهلن چون اینا لشکریان جهلن لشکریان حماقت و خریتن و اینه کسی که مهربونه مردم خیر میرسونه ناراحتی نه این آدمه شما که خیرتون نمیرسه باید بری به فکر بالا خودتون بکنید گرگ صفتی چی تو وجود شما؟ در رندگی چیه؟ این قذب بی خود چیه نسبت به مردم عادی دارید شما؟ حتی اونجایم که ما قذب داریم نسبت به دشمنان خدا دقیقا رحمت داریم به مردم دشمن خدا رو میزنیم چون رحمت داریم به اینا گفت ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کاری بابد بر گوزبندان حالا من اینو تو بخش قذب و قصابت توضیح خواهم داد کامل براتون این نیستش که شما فکر کنید اونجا که این نفر به جهاد دشمن خدا رو میکشه دقیقا رحمت داره چون این یه دونه صد نفر اینور میخواست خراب کنه زندگی صد نفر میخواست آلوده کنه هزاران نفر میخواست به بدبختی و بیچاره گوشن همون اسلامی که حکم رهایی اینجوری بر یه حیوان میده شک و اجازه نداری بزنید نمیدونم بلا سرش بیاری اگه آزاری بد نمیرسونه همون اسلام میگه این آدم بکش پای دار مثلا چرا میگه خب این اینجا داره زندگی هزاران نفر رو مفسده اقتصادی زندگی هزاران نفر رو خراب کرده این دقیقا رحمت به مردمه شما اینجا بر این گرگ صفت اگه ترحم بکنی ستم کردی این طرف قذب کردی به مردم خیلی دو دو تا چهار تا شد فلزم اینه عجب مهرمون بودن اصله اونای حالا ما اوزامون چطوره یه لبخند رو لب بعض از این بچه های مد... بچه مسجدی ها و بچه حیعتی ها نیست اینا شیعه امیر نیستن به خدا اینا تو این رفتارشون شیعه امیر شیعه یکی دیگه که گفتیم فکر میکنه کلاس داره احمق خودشو میگیره بر مردم انقدر آدم بیشعور فکر کنم مثلا الان من بگم با مردم بگم بخندم چیزه الان مثلا این سوادم میاد پایین جایگاه اجتماعی میاد پایین نگفتیم لودگی کن که کسرشن شهن این حرفا چه امیر المومن هم کسر بوده لبخند در لب پیامبر نمی افتاد وقتی تو درست باشه این ریست بشی اصلا همین جوری میشه شما برید زمان جنگ نگاه کنید ببینید رزمندا چه شوخیایی میکردن چقدر فضای بگو بخند توشون بوده عشقشون هم به مشکشون بوده آماده گریه کردن این آدم احساسش درسته هم راحت گریه میکنه هم راحت چی میخنده دقیقا وقتی شما میاد هیئت برای ما مثلا اشک میریزید بیرون رفتن خوب میخندید چون درست شدید یه خورده قلبتون برگشت سر تنظیم تنظیمات برگشت بهجت روحی پیدا کردید شادمانید از این وصلی که پیدا کردید پس چهره در هم کشیده نشون دهنده اینه که آدم مشکل داره من خودم خیلی حساسم یعنی یک شبیه نمی خوردم میگم چته قیافت این شکلیه یا مدل اینجوریه یا طلب بابا تو داری از ما تعجب میکنم یا نه میگم بخم ببینم من خندم بلدی چه وضعشه این, اسلام نیست نمیدونم چی اسم شما بذار بذار امام خمینی میگه توی بحث این وقتی میخواد شرحش بده میگه که با هیچ چیز مثل بست رحمت و رعفت و طرح دوستی و مودت نمیتوان دل مردم را به دست آورد و آنها را از سرکشی و تقیان باز داشت اصلا وقتی تو با مردم مهربونی میکنی برای رودرواسی و تا هم شده روشون نمیشه اما بیفته پای کلکل کل و یارو حاضر سرش بره اما حرفش نره دیدید میگه من ده میلیون خرج میکنم این هزار تومن به این آدم نمیدم به زور اما وقتی با مهرت و مهربونی و رعفت و محبت و عطوفت صحبت میکنم بیا زشته برش کنم میبینی؟ اینقدر ساده حل میشه یا محبت خارها گل میشه و همین دید چنانچه خدای تعالی در معرفی رسول اکرم در آخر سوره توبه که, سور... که, خود سوره قذب است سوره که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشده بسم الله الرحمن آیه است این آیات قرآنه سوره توبه نداره سوره نمل دوتا داره این 114 تایی که در واقع بسم الله الرحمن الرحیم سوره توبه نداره خیلی عجیبه همش غذبه اما همین آیه آخرش به این چی میفهم؟ یعنی امام به این اشاره میگه که خود سوره غذبه است میگه تو آخرش اینجوری میگه لقد جاءكم رسول من انفسكم بابا ما یه پیغمبری برای شما فرستادیم از خودتون از جنس خودتون فرشته میفرستید میگفتید نه این این آدم نیستش که منم فرشته بودم این کارا رو میکردم اصلا فرشته ها رو شما یه تنظیماتی دارن تنظیمات زدی کلا بخند <تصفح> درست شد یه رباتی درست کرد کلا بخنده میزن تو سرش میخنده میگه نه من انفسکم خودتون گوشت و پوست و سخون 40 سال بین شما زندگی کرد شما رو یه معمولی دیدید او را حالا به نبوت رساندم عزیز علیه ما عنتم همان رسول از جنس شما و هدایت شما آمد که فقر و پریشانی و جهل و فلاکت شما بر او سخت می آمد اینقدر اذیت می شود عزیز علیه معنیتم حریص علیکم اصلا حرس میزد بر هدایت شما جوش میخورد جوش میزده هرس و جوش میزد به که شما را هدایت بکنه بالمؤمنین رعوف رحیم یا یعنی رعفت و رحمت شامل حال شما بشه آتیش میگرفت وقتی میدیدین ابو جهل و ابو لحب و میگفت آخ, آخ, این چه بلایی میخواد سرش بیاد بابا مگه من از این چی میخوام من از این میخوام یه آدم باش. من از این میخوام به درون خودش به, به قلب خودش گوش بکنه به حرف فطرتش گوش بکنه حبب الیکم الایمان بابا همتون تو دلتون شما عاشق ایمانید و کر الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان همتون از این کارهای بد بدتون میاد پس همونی باش که فطرت دوست داره تو جنگ بدر اینا اسیر گرفتن پیامبر نگاه میکرد دل لبخندی زگی گفت بابا بله با معلومه بعد بخندی حضرت فرمود دارم میخندم که شما رو بهشت آدم میخواد ببره با تناب بکشه ببردتون اسیر بودن دستشون رو بسته بودن شما میگه قرآن میفرماد که عادی هم نبود به شدت به سختی افتاده بود برای شما و در شدت شفقت و رعفت آن بزرگوار بر همه آئله بشری بس است آیه شریفه اول سور شعرا لعلک باخ اون نفسک اللا یکون و ای رسول ما تو چنان در اندیشه هدایت خلقی که خواهی جان عزیزت را از غم این که ایمان نمی آورند حلاک سازی میخوای جون بدی من خدا که دارم میبینم انگار لحظه مرگت فرا رسیده برای اینکه اینا چرا ایمان نمیارم خدا می فرمود من بخوام میتونم آیات قهری از آسمان نازل بکنم همه اینا ترس مومن شن این جبریه این کراهتنه این باید بفهمیم باید به اون پیام فطرتش گوش بکنه اینجا چند تا نکته دارم شاید مثلا برای امشب بگیم جمعش بکنیم بس باشه خوب دقت کنیم مسئله این که ما یه صفت بد وجود داره مثلا دروغ یه موقع که یکی از دروغ میگه یه کسی دروغ میگه الزامی نداره که بگی اون صفت در این یک ملکه شده کاملا متوجه شدید برای همین تو اسلام فرق بین دروغگویی و دروغگو فرق بین دزدی و دزد یکی از بزرگترین مشکلاتی که ماها دوچارشیم و لیبرالا نیستن همینه که چی؟ لیبرالا همه چوری چی میدونن؟ نسبی میبینن اصالت اباهه اباهه گران اینا اصلا هیچ چیز خوب نیست یا بد نیست ذاتا خوب و بد نیست میگه خب این بره نمازشو بخونه کاری باش ندارم میگه بر نمازشو بخونه اون یکی هم بریم مثلا گاف فرسی کن ماچ یکی زنا بکنه که عرق بخوره که به تو مسجد نماز بخونه این, این نماز خونه هم یه چیزی مثلا میگن تو حال میکنه با نماز خوندنه اونم حال میکنه با عرق خوردنش یه نسبی برای خودت یعنی اصالتی برای چیز قضا... ذاتن قائل نیستن اما مسلمون ها اینجا یه جایی به خطا میفتیم خیلی خطرناکه این تفکیک رو انجام نمیدیم همین که گفتم آقا مسلمان یه خطا کرده منو شما فهمیدیم میتونستیم بفهمیم میتونستیم نفهم یک ادهی با خبر میشن یک ادهی با خبر نمیشن آیا با همون یه دونه خطا این از دین خارج شد؟ نه کدوممون خطایی نکردیم؟ همین نویجه هست یه اتفاق میفته یه گناهی میشه و اینا حضرت میفرماد فردا هر کی این کارو نکرده با صورت و چشم باز بیاد <applause> فردا همه چشم رو پوشون در اون سر ماجره سنگ ساره حضرت مسیح میگه که هر کسی گناه نکرده اولین سنگو بندازه هیچ کی نمیره جل. حالا خدا خواسته لطفش شامل حال ما شده سطرال ایوبیش ندیدن بعضی تو گناه همون هم میدونن خدا با سطرال ایوبیش نسیان تو ذهن مردم میندازه یادشون میره درست شد یادش میره دیگه رعفت دارن برخی از مردم رحمت دارن که اونم باز خدا دادیه بلش کن فراموش میکنن این کار زشت و خطا از این آدم سر زد میونج پس اینجا نکته ما با نکات مواجه اولا این کسی که رفت مثلا چه میدونم زنا کرد خدای نکرده این زناکاریش بده اما بقیه کاراش که بد نیستش که این خیلی حرف خ... خط... چیزی خطرناکی متوجه نشید خب این آدم مثلا چه بخشنده هم هست اینجا دست چهار تا فقیری هم میگیره اینجا ضعف داره تو این مسئله ضعف داره اولا اینو بفهمید دوم یه سوال این آدم نمیتونه توبه کنه از نظر من و شما نمیگیم دیگه لابد نمیتونه توبه کنه حتما ما خوبیم دیگه هیچ دیگه لایق توبه نیست فقط ما خوبیم آه شما ببینید چه کسایی برگشتن پیامبر وقتی در چه جامعه مبعوث میشه جامعه این که بابا یک بخش قابل توجه نه. جامعه اصلا نسبشون مشخص نبود کی بود ای شیر تو شیری بوده اون جامعه جامعه که هفتش مدل فقط مدل زنای رسمی داشتن یعنی قانونی بود عرف بود یعنی هم میبازی رفتن نکاح الجم نکاح البدل نکاح المقد همه کسافتکاری داشتن که هنوز که هنوز بعضی از کشورهای دنیا هنوز چیزه الان غیر قانونی هنوز <applause> اونجا که قانونی عرفی بوده چطف... هم نبود اون جامعه رو میره بینشون از توی اون جامعه مسلمان بیرون میکشه ما که میگیم نمیشه که برای همین ما اصلا رحمت نداریم برای به ما بسپرن همه رو گردن میزنیم روایت داریم آقا صاحب زمان بعد از ظهورشون به شما بگم سفیانی رو وقتی دستگیر میکنن صفیانی اعلام ندامت و پشیمانی میکنه حضرت میفرماد من سهم خودم رو بخشیدم میبخشه صفیانی رو ابو بک بغدادی رو انگار فرض کن داره میره صفیانی تو روایت از یکی از یاران حضرت گردنشو میزنه میگه من نمیبخشم اقام اینقدر مهربان و همه براشون سوژه هدایتن دل میسوزونن برای همه چی گفتیم دیشب امام حسین نگران شمره ادا نه عدا, عدا مثلا ما مثلا این قصه است نه واقعیتش یعنی ما هم باید همینجوری باشیم یه یعنی نفر که دست بگیم ای داده بیدارن باز هم راهی داره اینو برش گردونیم کمکش کنیم براش بشینیم دعا بکنیم بگیم خدایا از تو درخواست میکنیم دل این آدم رو نرم کن حرف حق رو بشنبه چقدر این بنده زیبا میشه برای خدا چقدر روایت داریم خدا رحم میکند بر بنده ای که رحم میکند و چقدر عکسشو خدا رحم نمیکنه و بنده ای که رحم نمیکنه آدم کینه بی خود بیست ساله رو یه چیزی گفته ول نمیکنه میگه ببخشمش یه جوری میشم خب یه جوری شو اون یه جوری که میشه یعنی دردت میاد یعنی یه بخشی از خبیسیات و رو دارن میسابن دردت گرفته دیگه همین که دردت میگیره یعنی داری تغییرات پیدا میکنه در وجودت پس ما بین دزد و دزدی تفاوت قائل میشیم و باید بشیم این از این جهت که کار بد کرده بده نه از این جهت که خودش بده کدوم ما کار بد نکردیم مرگ زودرس یه جای رحمته روایت داریم از امیر المومن. حضرت میفهم یه از مؤمنین هستن که خدا میبینه دیگه این دیگه کلا افته تو مسیر بدتر شدن از نقطه A رفته B C از C دیگه مونده این ماکسیمومشه دیگه داره سر تعمی کنه هی داره هر سال بدتر میشه هیچ امیدی هم بهش نیست مولا میفرماد که خداوند مرگ این بندهشو میرسونه که بدتر نشه جایگاهش یه سری امتیازایی به دست آورده اسم ثواب داره این پول آخرتیشو خرج میکنه حروم میکنه یه خب این بدبخ اون دنیا چیزی دستش نمونه که بذار زودتر بکشیمش چراش خوب باشه مثال براتون بزنم آقا مثلا شما می یه حیونی آسیب دیده داره زجر جون میده چیکارش میکنی خودت خلاصش میکنی آیا یه سوال هم اینو داری خلاصش میکنی رحمت تو شامل حالش میشه غذبت قطعا رحمت تو داری کمکش میکنی اینکه شب قدر تو میگن به پا برای همینه همون شب قدر شاید مرگ اون سال تو امضا کردن این همین دقیقا دلیلش که امام صادق علیه السلام میفرماد کسانی که به گناه میمیرن خیلی بیشتر از کسانی که به مرگ طبیعی تو قبرستون مردن گناه عمر رو کم میکنه تو جامعه ایمانی ها با کافر داستانش باز فرمولاش برق میکنه جامعه ایمانی گناه عمر رو کم میکنه فلزا حتما شما و من و شما باید مستحبات داشته باشیم چون مستحبات زندگی آدم رو به روش نشون میده یه چیزی اضافه تر از کاری که باید انجام میدادی اصلا مستحبات عمر تو زیاد میکنه حالا اینو برو به این جماعت بفهمم. دیدیم یه این حرفا چی چیه خیر و برکت دارین زندگیش داره هیچ ثواب بیشتری جان خب بسم الله این روزه ها ثواب داره خب بسم الله خیلی خوبه این پیاده روی اربعین ثواب باری الله این کمک به سیل زده ها احسن به شما این صدقه دادن باری الله ببین همش معنی پیدا بعد میگن آقا صدقه عمر زیاد میکنه ببین این روابط در هم تنیده و کاملا منطقیه همین این روایت چرا معنیش اینجوری میشه شما بعضی موقع هست مثلا ما یه نفر میاد به شما میگه آقا استاد میگم بله میه آ تو رو خدا التماس دادم یه بابا بزرگی داریم افتاده بنده خدا شش ما دعا کنی زودتر راحت ای بابا بزرگش دوستش داره ها اما میگه چی راحت ما هم راضی نیستیم بخاطر اینکه ما هی ببینیمش او زجر بکشه میبینی نه از رحمتش ها بر خودش هم سخت این حرف در سوره کف می فلعلک باخون نفسک علی آثارهم اللم یؤمنو به هذا الحدیث اصفا نزدیک است که اگر امت تو به این سخن حدیث قرآن ایمان نیاورند جان عزیزت رو از شدت حزن و تاسف بر آنان حلاک سازی می کم مونده جون بدی به خاطر اینه چرا ایمان نمیارن چرا هدایت نمیشن چرا خدای نکرده اینا میخوان برن دوچار عذاب اللهی بشن بعد خدا میخواد مؤمنین رو امام میگه و نیز خدای تعالی مؤمنین را به این صفت شریف توصیف فرماید در سوره مبارکه فتح آنجا که میفرماید محمد رسول الله و الذین معه اشدا علی الکفار رو هما بینهم هم نام آقا رسول که آوردم یه فرستاده خداست و یاران و همراهانش بر کافران بسیار قویدل و سخت اشداء علی الكفار روحما بینهم بین خودشون چیه مهربون اینجا یه ای سوال گو ولذین معه و کسایی که با او هن. با کی همین کافیه برای اینکه بفهمید رعفت این یعنی آقا هر کسی پیغمبرتون قبول داره باش مهربون از تو همین آیه وحدت در یا آقا برادران اهل سنت ما می به دید رعفت بشونه بکنه خب بله حالا یک سری اینها از نظر ما مشکلات عقیدتی دارن اصلا علامه امینی در ابتدای کتاب القدیر میگه این کتاب من بر وحدت نوشتم <applause> میگه وحدت با برادر دینی دیگه برادر که کسی که دوستش داری میگه برادرمه می من کسی که دوستش داشته باشم دوست ندارم جهنمی بشه میخوام هدایتش کنم برای همین میام قاطعانه کتاب مینویسم که چی؟ امیرالمومنین بر حق بود بیاد اندیشتون اصلاح کنید خاله یکی که دوست داری بیشون میکنه بهش فوش دادن یا از سر محبت شروع میکنی کار برای همین کسایی که میان شروع میکنن توهین کردن به مقدسات اهل سنت از این حیث اینا دارن عکس عمل میکنن تا یه نفر دوستش داشته باشی رعفت داشته باشی پیامبر به کفار رعفت داره کافر رو میگی میخوام بیای دست سرت بکشم آدم امام حسین به شم رعفت و رحمت داره میخواد او هم بخردش اون جونه بر دیگه تمام اون صفات بعد در شده تجلیگاه اون صفات بعد نمیخواد خودش نمیخواد یعنی حضرت برای او شرایط فراهم میکنه اینقدر مهربون آقامون آقا صاحب از زمان همینطور شون نماد مهر و محبت و رحمته اگه من شما بدونیم چه التافیشون به ما کردی بزنیم که ما با خبر نشدیم اصلا نفهمیدیم کجاها به دعای ایشون خدا گذشت و اینما ما لایق این همه دیگه خوبی و لطف نبودیم و حالمون نیستش و روایت هم فراوان داریم در این زمینه من یک دوتا این روایت ها بخونم انه یقول اصحابه میه امام صادق بر یارانش اینطور میفرمود اتق الله تقوای الهی پیشه کنید و برادرانی نیکوکار باشید اخوت براره و برای خدا دوستدار هم باشید یه ای شما شیعیان من امام صادقی باید هم دیگر دوست داشته باشید و رعفت و رحمت داشته باشید بگذرید از هم ببخشید هم دیگر رو سخت گیر نباشید مته به خشخاش نذارید گیر ندید کینه ای نباشید اینقدر هرس نخورید هرس نزنید ببخشید همدیگر رو با هم ارتباط داشته باشید و بر یکدیگر رحم آورید متواصلین که من وصل باشید متراحمین رحم کنید به هم همدیگر را تزاورو به همدیگر زیارت کنید بیار هم همدیگر به هم سر بزنید و تلاقو ملاقات کنید همدیگه رو و متذکر امر ما باشید بعد اینجا مشخص میفرم که وقتی همدیگر رو میبینید یعنی چی بگیرید ما با برید به ببینید چرتا بگید مثلا با همدیغا غیبت هم یه جلسه غیبت بزنیم همدیگر دیدیم, هم دیدیم. الحمدلله یه مؤمنی رو دیدیم از مؤمن دیگر خب نه میفرماد که در اونجا وقتی نشستید بیاید ذکر کنید امر ما رو از دین بگید, بگید, بگید آقا یه حدیث خیلی جالبی خوندم آقا داشتم سخنرانی فلانی گوش میکنم نکته خیلی جالبی گفت حالا کسی شنده مثلا بحثو اگه تو تر نکنی میره خونه فکر فاملت اونا تر میکنم <تصفح> اونا هم تر بکنم الان میز کجا در برسه بعضی موقع اصلا آدم لازمه حالا میگم برای سله ارهام اصلا این موضوع خونسای تر بکنه چون میگه بریم اونجا بحث دینی و بحث سیاسی میفته با دوباره دعوامون میشه ولش کن ها یاره اولا سخت نگی دوم میگه که میری اونجا توی طرح بحث کن که اونا طرح بحث نکنن آقا دیدی چه جوری پرسپولیس مثلا قهرمان شد مثلا میره دنبال اون بحثای فوتبال و فوتبال اینجا درست شد اینا چیزی خواستم بگم الله <تص> و امر ما را زنده نگه دارید بابا انقدر ما بعضی از حدیث ها رو نگفتیم مردم نشیندن این ماجره که ما تعریف کردیم پره مالیوتکا گرفته به انگشت یکی از این دوستان اما من امشب پیش اونا بودم یعنی بعد از افتار رفتم جا اونجا اومدم بعد بهش میگفتم که ببین اینا اینجا گفت آه یعنی چی خب من خودم اینو دیدم گفتم که خب باشه دیگه اینجا بعد بحث همین بود گفتیم انقدر نگفتید مردم یادشون رفته حالا قرارش ازش فیلم بگیریم بذاریم تو اینترنت اینقدر ما نمیگیم در مورد ایر واقعا هم چه حدیث هم داریم راجب این چیز بله حدیث داریم اینجوری باید مهربون باشی امام صادق علیه السلام میفرمان که بر مسلمانان لازم است که در پیوند با یک همدیگر تلاش کنند و در مهربانی نمودن و رسیدگی به حاجتمندان همکاری کنند این کلمات رو خدا با دقیق گوش کنه یه جملاتی من نمیگم من اما فرمایشم امام صادقه یعنی این کار رو از ما خواستن انجام بدیم در پیوند با همدیگه تلاش کنن یعنی سعی بکنن این پیوند شکل بگیره نه اینکه حالا بذار خودش هر موقع مجلس سلام میکرد ما هم جوابشو میدیم نه تو سعی باید بکنی کوشش بکنید آقا در اسلامی که دروغ انقدر منفوره جایی که بخوای شما رابطه دو نفر رو درست بکنید میگن اجازه داری دروغ بگید بری بگی که آقا به خدا من به خودش من منظورم این نبود این قسم بقیدنم. نه ای آقا پیش من اومده بود داشت شما خوب میگفت اصلاح ذات بین بکنید و در مهربانی نبودن و رسیدگی به حاجتمندان همکاری کرده و با یکدیگر مهربانی و عطوفت داشته باشن یا با همدیگه برید مهر ورزی کنید آقا یه خانواده رو میشناسم پایه‌ای مثلا چه میدونم دیوارشون خراب شده یه جمعه بلنشیم بریم درست کنیم از میاد بیا بیا با هم دیگه بریم میگه این مهرورزی رو با هم تقسیم کنید تا با همان گونه باشند که خداوند امر که فرموده است با یک دیگر مهربان هستند غمخوار یک دیگرند در آنچه که از ایشان فوت و پنهان شده است بر همان روشی که گروه انصار در زمان رسول خدا را سپر راه سپر بودن انصار اومدن خونه هاشون نصف کردن با مهاجرین یه پرده می زدن وسط گفت تو خونه من زندگی کن از مالشون گذشتن میگه اینطور باشید محبت و رعفت نماز آدم بودنه خیلی حتی با حیوان یا امام حسن مشتبار دیده بودن یا یه سگی نیست این سگایی که حالا این خیلی خوشگل مشکل و به قول نازم هستش و این مثلا تو خونه ها نگه میدارن نه سگ شلگر بیماری که از شهر انداخته بودنش بیرون 1400 سال پیش اونا انداخته بودنش بیرون که مریضی نگیریم پرده میگه که میگه امام حسن مشتبه لغمای مساوی میگیره یه میذاره تو دهان او این رعفت نیست به حیوان آقا از حیوان پسترش رو بذارت بگم از زینب سلام الله علیه ها نقوم کنه که موقعی که آقا میخواست به میدان بره دن با این نوک شمشیرش و که خنجرش به قول این پیرهن زیر به قولی بگیم ها اون پیراهن معروف داره تیکه تیکه میکنه تا موقع چرا این کار داری میکنی؟ حضرت فرمود این جماعت که میبینم به هیچی رحم نمیکنن میخوام میل نداشته باشن من برهنه رو زمین بیفتم دوست ندارم برهنه باشم پاره پاره باشه کسی میل نداشته باشه اینو ارزش دیگه نداریم پاره شده بعد حضرت میفرمود که من روی اون یه پیرهن خوشگل آبی تنش کرد بودم پس این چه که نامید بر نگرده حالا تا اینجا اومد اون کسی که برین من که فکر بکنید حضرت میگه که ایبی نداره بذار این پیرهنه رو میره توی بازار یه جایی میفروشه این رحمانیت صفت رحمانیت خداست که جلوگاهش اهل بیتن اینطوری پخش میکنه دیگه شما اهل دلید اینو برای شما میگم یه انگوشتر حضرت عبا عبدالله داستان زیاد داره من میخوام یه خورده تو مقتل دقیق تر بشیم یه خورده کاراگاهانه به قولی نگاه بکنیم ماجرا ببین داستان چیه ببین برای جماعتی که حضرت این انگشتر یه بار از دستشون خارج میشه ها وقتی حضرت علی اکبر علیه السلام دفعه دوم برای ودا میان میفرمان که عرضه میدارن خدمت حضرت که یکی سقل سیفی این سنگینی این آهنی شمشیشه شما یه آهنی ورده همچه تکون بدید ببین چقدر دستتون درد میگیره یکم آتش قد قتلنی آیا آتش داره منو میکشه خب قول این فیزیولوژی بدن این زیست بدن میگه وقتی ما یه چیز تو دهانمون قرار میگیره بزاق ترش شوه میکنه درسته؟ حضرت عبا عبدالله زبانشون رو در دهان حضرت علی اکبر گذاشت که یعنی من, من از تو دهانم خشکتره یه مثل چوب خشک بعد حضرت انگشترشون رو در دادن به حضرت علی اکبر که تو دهان مبارکت بذار پسرم که این شاید موجب ترشوه چی بشه؟ بزاق بشه خب این انگشتر که اینجا رفت پس چطور برگشت به دست که این برسه دهد از کرم گدارا مولار دیدی دهد از کرم دشمنشون انگشتر دادن کجا؟ میگم شاید اونجایی که آمد بالا سر حضرت علی اکبر اون کسایی که به چشم دودن میگن اون یه لخت خونی از دهان مبارک بیرون آورد چه بسا اون لخت خون همین انگشتر حضرت بود که تو کام حضرت علی اکبر گذاشته بود اون رو در آورد دوباره بده همین انگشتر ببین چه سرنوشتی پیدا میکنه حالا این طرف اون طرف برده بشه فروخته بشه بخواد حالا حاجتی از دشمن دبا بکنه آیا ما سیرمون سیر اهل بیت؟ اینجوری با دشمنی به هم نگاه میکنی با دشمنی هم قضاوت میکنیم تو شیعه خانه امام زمان این مشمشی اهل بیتی نیست انشاءالله خداوند همه ما رو عامل به دانسته هامون در مورد اهل بیت قرار بده الله اللهم عجل ولی یک الفرز و و نصر و جعل لامن خیر عوانهی و انصاره و بین ادعه تجیل در فرج قطب آلمه میکن حضرت صاحب زمان انشالله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بده سه سلوات ند بفهم